Wow. با سلام و درود به عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزگار به کامه. راسته از اینکه در هفته گذشته من زیاد فعال نبودم، مشکلات زیادی هست برای من و از فشار روانی روی گرفته تا فشار جسمی های نظر مقداری هم برسه بی توجهی عدم علاقه دوستان به مباعث ما را وادار کرده که این مقداری زاویه بگیریم، فاصله بگیریم از مسئله. سلام برام برمان جان، حالتون خوبه؟ اما این داستان ثابتی، مسئله سواد و مسئله چیزایی که وجود داشته رسید با این کانال تلویزیونی من و تو، کانال رو به زبان من و تو، حاشیه‌های زیاد رو پیدا کرد و به اصطلاح تناقضات زیادی هم روی صحبت ها وجود داره، به شکلی که تا حدود زیادی تلاش کرده که منکر شکنجه بشه اساسا، یعنی که گاهی گداری می شده شکنجه، ولی شکنجه سیستماتیک نبود و از این طریق خواسته سفید پوشی کنه، چی میگن، پاکشویی کنه اون نفرتی که از سواک به وجود اومد. خودشو به اصطلاح یه خانواده باهایی متولد شده، اما مدعی میشه که بیدین آگنوستیکه و با وجود این پرونده استخدامیش خلاف این رو نشون میده که خودشو مسلمان جا داده و این به اصطلاح این چیز استخدامیش هم کلیشه کردن بخش کرد. ولی به اصطلاح وقتی وارد سواک شده غذا طوری بودی که رو باهاییت خودش مکس کنه برای پیشرفت. از یک طرف همشهریش آقای نصیری به سر در سر چیده است، از یک طرف دیگه اون سلشگره کی بود که سپه بود، بود که پزشک مقصود شاه بود، عیادی عزیز هویدا شهرت داشت به این مسئله و میشه گفت یه تیم بایی یهودی توی مجموعه سواب بازی میکنن و سعی هم میکنن که با توجه به این که خود عیادی پزشک مخصوص هست، این رو دارم برنامه ریزی میکنم برای بعد از شاه که قدرت رو قبضه کنم. یه همچون حالت رو دار کاملا هوای همدیگه رو دارن و چیدای موقع فرارش هم آخر روزا بازم این تصمیم میگیرن که
مثلا اویدا رو تو جریان میذارم. اما مثلا اینکه سواک چه مراحل رو طی کرده در دوران تیمور بختیار یک نوع خشونت افسار گسیخته به اصطلاح نظامی برش حاکم است که بغلس بعد از کودتای 28 مرداد از شیوه به اصطلاح شکنجه و به اصطلاح شیرشون سیستماتیک نیست، میشه گفت خشونت افسار گسیخته. در دوره پاکروان با توجه به تحولاتی که در آمریکا صورت میگیره و از عصر کندی و اون دوران هست، با قول معروف شخصیتی بس سواک چیز میکنه که با قول اسمش چی هست؟ پاکروان. بیشتر شخصیت حقوقی است. در این دوران دورانی است که خشونت قانونمند حاکم میشه، یعنی اون چیزی که قانون اون موقع رایج بوده. و همین دلیل هم از نظر این جناح وحشی و خشن پاکروان رو تبدیل میکنم به آدمی که به درد هنر میخورده، به درد دیپلمات خوبی بوده، به درد استعار نمیخورده. بعد از این به دوران بسرا اوجگیری جنبش هست، آر شدن جنبش هست، جنبش سال 41 به وجود میاد و اینا خلاصه اوضاع کشور طوری است که آقای پاکروان مدیریت میکنه. بعد از اون از سال 41 تا 44 این شخصیت است و بعد از نصیری وارد بود میشه که در سرکوب 15 خرداد 41 به سر نقشه فعالی داره و دوران نصیری است که معروف به آدمی که بی مغز و خشونت رو بسه تربیش میکنه. و در همین دوران هم هست که سواک در ایران وارد سنتو میشه. سنتو یکی از اتحادیه‌های اقماری آمریکاست، یکی مانند ناتو سنتو. و خلاصه قید سواک یک نظامی قرار بود بشه. برای این کار ناصر ذوالفقاری وزیر وقت مشاور دولت اقبال را معین میکنم، اما در نهایت به گزینه تیمور بختیار میرسه. حتی زمانی که شاه میخواسته نامه به جان اف کندی بفرسته به اصطلاح نه از کانال مجاری دیپلماتیک، بلکه از طریق تیمور بختیار این کار صورت میگیره. و در اونجا هم به اصطلاح تیمور بختیار با مقامات آمریکایی سیاهی نظامی که در مورد ایران صحبت میکنن و اونا هم احساس میکنن و استنباط میکنن که راست بختیار یه نظامی جاه‌طلبی است که ممکنه راست اقدامی بکنه در راستای تغییر نظام و به جمهوری سوقش بده. و به همین دلیل گزارش به شاه میدم و این هم باعث میشه که شاه از نظامیان و قدرتمند همیشه وحشت داشت. به عنوان مثال از رزمارا، از کسانی که قدرتمند بودن وحشت داشت. به همین دلیل هم اون رو برکنار میکنه و داستانش خوب ثابتی با جزئیات توی این گزارشش ما
منعکس میکنه. اما در مورد فردوس صحبت های زیادی میکنن. فاشگویی فردوس از فساد دربار پهلوی موجه میشه تا به مقصود سلطنت طلبا باشه. در این مستند هم ثابت این تراش میکنه که این شخصیت فردوس رو تخریب بکنه. صحبتش خسته کننده بود. ایراد گرفتن های بی خود به گزارش ها در مسئله امنیت داخلی. خود شمانده میدونست آدم بی نظم بود، خسیس بود و در نهایت یک کلمه بسیار غیر عادی توصیف میشه از روی ثابتی. و در مورد مسئله دیگه هم مثل فوت آیت الله بروجردی، ثابتی تعریف آشکاری علیه تاریخ اقامه میکنه. مدعی است که شاه پیام تسلیت خودشون مراجع سلاس یعنی آیات مرعشی، گلپایگانی و شریعت مداری صادر کرد و نامی از امام خمینی در این زمان نبود. اولا شاه پیام تسلیت در مناسب در گذشت آیت الله بروجردی را خطاب به آیت الله محسن حکیم قرائت کرد تا به نحو مرجعیت عامه شیعه را از ایران به عراق منتقل کند. ثانیا طبیعی است که ثابتی ندون مرجع سلاس عنوانی بوده که برای آیت الله خونساری صدر آیت الله حجت به کار می‌بردند که در دوران رحلت آیت الله طاهری تا آمدن آیت الله بروجردی به قم مدیریت وزرا به چیز داشته و همون زمان هم در فروردین 40 در روزنامه کیهان به اصطلاح مطلبی هست که آشکارا میگه که صحبت از آیت الله خمینی رو به عنوان یکی از شانسهای مرجعیت تعبیر میکنه. در مورد مسائل مختلفی چیز میکنن، در مورد آقای طالقانی به اصطلاح چیزایی رو مطرح میکنن که با توجه به شخصیتی که شناخت زنده ازش داریم به کاراکترش چیز نمیکنن. در صورت در سال 1962 رئیس جمهور آمریکا مقامات ایران به انتخابات آزاد سفارش انتخابات آزاد شاه از تیمسار حسن پاکدوان خواست تا اوضاع مملکت را تحلیل جامع کنه تا به جمع‌بندی برسه. با پاکدوان این وظیفه را به ثابتی سپرده. ثابتی هم گزارش نوشته که مردم ایران برای دموکراسی آمادگی ندارن. ثابتی یعنی در مستند توضیح میده که در این گزارش نوشته که بعد از انقلاب مجلس مردم دلواپسی نسبت به و وجود مجلس ندارن. حکومت شاه شبیه فرانسه قبل از ژنرال دوگل نمیتونه باشه. حکومت شایسته برای ایران ژنرال فرانکو در اسپانیا است. یعنی تصادفی هم نیست که به اصطلاح سلطنت طلبا به پینوشه و فرانکو و سالازار و این دیکتاتورهای اون موقع علاقمند بودن. در این گزارش هم صورت گرفته می گفت که اگر انتخابات آزاد بشه جبهه به ملی میتونه در تهران، تبریز، اهواز، کاشان برنده بشه و بیش از 60% 60 کرسی رو تصاحب کنه. با توجه به اینکه ملی ها همه سخنور و سیاسی هستن نبض مجلس رو دست میگیرن. ثابتی نشون میده که جزو قشر دیکتاتور پسند بوده و نمودار زندگی خواب بعد از انقلاب را تاکید میکنه. نکته جالبتر
موضع شاه درباره گزارش است که هرگز تعامل سوی مخالف رو نداشته که اون رو با جنرال فرانکو مقایسه بکنن آشفته میشه و ساواک میگه که در گزارش اول و اولش باید پیشرفتها رو به اصطلاح مد نظر داشته باشن. در صورت پوشاندن جنایت به طور کردن شکنجه خب این در قسمت شکنجه مثل به دوران بختیار اشاره میکنه، اما از پاسخ دادن مهم دهه 40-50 خودداری میکنه. مثلا ماجرای تیرباران خیلی پدید ساواک در تپای وین که زندانی ها رو میگیرن و میگن به جرم اینکه شما رهبرای ما رو ترور کردیم ما شما رو ترور میکنیم. ماجرای تیرباران بیژن جزنی، زیاد ظرفی، جلیل افشار، سعید مشهور کلانتری، عزیز سرمدی، محمد چوپانزاده، عباس سرکی، مصطفی جوان و خوشته، سید کاظم زورانوار و اینا رو که در روی تپای امین بیرباران میکنن و مثل از این دست و صحنه سازی زشتی هم به وجود میارن که به اصطلاح اینا در حال فرار بودن به دروغ وحشتناک و آشکار و مسئولیت رو نمیپذیرن. شاید هر بیننده که تنها یک بار نام سوال بهش آشنا رفته باشه نظر سواک رو ثابتی رو درباره شکنجه میدونه، اما به نحوی تلاش میکنه که اولا شکنجه رو توضیح کنه و میگه شکنجه در تاریخ ایران سابقه طولانی داره. سنتمان رضا شاه و گذشته قاجار سانه مده میشه که شکنجه بیش از تشکیل ساواک در دوران مصدق وجود داشته و این جریان افشار دوست رو که مثل رئیس پلیس دوران مصدقه که بردنش دو غار طلوع و کودتاچی ها با شکنجه کشتنش، میگه از اینا بازجویی کردن با شکنجه. اون کسانی که در اون دوره تاریخی بودن میگن دوره مصدقی هیچ خبری از شکنجه نبود. در واقع یکی از بازداشتگاه‌های بوده که سرلشکر فرهاد داستان فرماندار نظامی اول تهران اونجا بوده. کتک ممکن بود مثلا سربازان میگرفتن با قنداق تفنگ میزنن یا چیده، اما اینا جزه این چیزا نبوده مثلا. اما همین بخش دیگه از دوچار تناقض میشه، میگه مبارزان در خانه های تیمی به اعضایشون شکنجه میدادن که در صورت دستگیری دیر شکنجه طاقت بیارن. با آوازه شکنجه های وحشتناک پیچیده بود که هر کس با کتاب سر کار داشت میدونست عواقبش چی است. برای نمونه هوشنگ اعظمی از اعضای چریکهای فدای خر را مثال میزنه که در خرامباد اعضای گروه رو شلاق میزدن یا در آب سرف رو میبردن که مقاوم بشن در مقابل شکنجه های ساواک. در صورت تعدادی زیادی هم در زیر شکنجه به شهادت رسیدن. به اصطلاح مراد نانکلی یک کارگر بود که در همون دوره ما به اصطلاح دوستانم زندان کشید و میخواست آزاد بشه، به دوباره گرفت نگرششن شکنجهش دادن در حدی که 23 روز در کنار تخت خود من در بیمارستان شهربانی این خون بالا میورد و بعد از 21 روز که الحق اون پرستارا و دکترا و اینا هم سنگ تمام گذاشتن براش که زنده بونه ولی دیر شکنجه مرد.
من عکسشون به سر اولین بار که بعد از که مرده دیدم یاد اون روزا افتادم که چگونه است. من به سر به عنوان مثال خسرو شاهی بزرگترین ریاضیدان ایران بود که شکنجهش داده بودن به جرم فقط برادرش خسرو شاهی معروف این استادیوم آریامه رو درست کرده بود. این که من نگران شدم که ممکنه بازی های آسیایی که اسرائیل هم در شرکت میکنه به اصطلاح ایشون مهندس رو گرفتن و برادرش هم انتقامی گرفتن. بزرگترین ریاضیدان ایران بود و توی قصرم توی همون بیمارستان هم من ایشون دیدم که پاهاش به شدت مثل در بداغون بود. این که گزارش صلیب سرخ در اون موقع در سال 55 اومدن که زیر فشار مثلا بازم دوران کارتر شده بود اومدن ایران، خودشون ادعا میکنن به 3000 نفر دسترسی داشتن که ببینن و این 900 نفر که تو گزارش صلیب سرخ این که آثار شکنجه رو بدنشون و پاهاشون وجود داشت و اینکه به اصطلاح گوشت ها چیز میشد، گوشت پا چیز مثلا متورم میشد و یا جراحی میکردن و یا چیزهای از این دست. در صورت یه دستگاهی بود به نام آپولو که از اسرائیلیا وارد کردن که دیگه معروفه هنوزم تو اون موزه عبرت لامصب هنوز اون دستگاه هست گذاشتنش برای همه کس ببینن و این اسرائیلی ها درست کرده بودن که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونن اعتراف بگیرن که در صورت یک چیزی بود که روی سر آدم میرفت که فریادهات و تمام اینا به اصطلاح گوشت میپیچید و کف باد کف بادم با کابل هشلا کتک میزدن و گیرم به پاد نگه میداشتن. خود این صحنه در مورد خود من اجرا شد که حسینی معروف و شعبانی که شکنجگر بود این دست راست من هم مثل توی گیره نکرد برای اینکه میخواستم باید بنویسم اینا با دستمان ابریشمی میبستم دستمانه که چیز است. من در سر وحشت فشار و چیزایی که صورت گرفته تونستم این دستمان رو از در بیارم و این مثلا بالا چیز است مثل سشوار چیز زن هست رو چیزا توی آرشگاه همچون چیزی با این ترکیب به خاطر همه هم اسمش رو گذاشتن آپولو. من دستم وردم بالا رسل این حسینی اومد ببنده من تونستم سنگ بود گاز میگرفتم هرچی بود گاز میگرفتم این آلت تناسلیش رو در ورد گذاشت دهن من و گفت فران فران شده گاز میگیریم یعنی خلاصه چیزایی از این دست به ادرار کرد و این در مورد من نبود بر مورد من جا کسان دیگه هم صورت گرفته. یعنی آدم هم میزدن که خیالاتش هم حتی بگه توهماتش بگه موارد زیادی در همه خود آقای خسروشاهی زده بودن هر کس با این رفیق بود دوست بود آشنا بود هم کلاسی بود یا حتی 300 نفر رو گرفتن روی پرونده و یه سری رفته بودن شوروی دوره زوباهن میدیدن اینقدر زدنشون که به اصطلاح بگن ما جاسوس شوروی.
انقدر زدنشون تا بگن تو خونه هامون به صلاح چیز است، از انبار اصل است. وقتی میریختن ساواکشا برن اون انبار اصلی رو پیدا کنن، میبینید که گفته تو بخاری گذاشته میشه و خراب میکرد، تخریب میکرد، چیزی پیدا نمیکرد. یعنی به این شکل پرپند سازی وحشتناک کردن در دوران این آقای ثابتی. پرونده سازی شکل سناریو خودش گرفت. مثلا این سناریو در رابطه گل سرخی و کسانی که از اون داستان در آمدن، سناریویی که به وجود آمد، یک فردی به نام اکبر آقای فتانت کلم تو مادگاسکار رو نمیدونه کجا رفته، این و چیز کردن که با آقای ثابتی و تیم بهایی ها با فرع در افتاده بودن. یعنی اینا میخواستن خود اینا بگن که به اصطلاح تیم فرع به روشنفکرا و هنرمندا و یه چیزا بها میده، به اینا هنرمندا از این ضعف استفاده میکنن و رخنه میکردن توی همه جا. و این به خاطر این اون بازی رو، این سناریو رو نوشت، خودش به اجرا کرد که به اصطلاح گروه گل سرخی کرامت دانشیان و اینا از بیشتر من آقای علامه زاده بود و کسان دیگری بودن که مسعود بتایی بود و چیزی از این دست، و اینا رو سناریو درست کرد و اون داستان رو سرهمبندی کرد تا به شاه بفهمونه که من به اصطلاح فرع و پسر عموش پسر داییش آقای چی اسمش بود؟ چیزی لانه برای رشد افراد سیاسی شده و فتنگر. این هر کتاب خونی رو اینا به جرم چیز میگرفتن. مثلا خود پرونده من کتاب و کتاب خونه و کتابداری و چاپ خونه و امثال و احتساب کارگری بود، در سطح 10 تا چریک برم کتک زدم که دیگه گفتم که کارم این موارسان کشیده شد، جراحی پلاستیک کردن آما هنوزم الان پای چپم کاملا فلجه، الان نمیتونم راه بدم و این وضعیت وجود دارم فقط برای کتاب و نه اصله و نه پردامی و نه الاخر. اما این رو اگر دقت بکنین مثلا چیزهای مختلف این مسئله رو تجربه کردن. و یکی از دیگه از کارهای این آقا این بود که به اصطلاح یک آدمایی که در سر بریده بودن اینا رو چیز میکرد و دور اونا به اصطلاح افراد مستعد رو جلب میکرد و اینا رو بعد به کشتن میداد. یکی از معروفترینشون جریان سیروس نهاوندی است که پروژه رو کاملا آشنا هستین که این بس از زندان فرارش میدن دور مصنوعی و مثلا چیز میشه و چیزهای مختلف رو گروه آزادی بخش رو جنبش آزادی بخش رو چیز میکنن. یعنی این سواکی ها خودشون سواکی شدن و اینا رو چیز میکنن که در وقتی که شک ما کردن به این آقای نهاوندی، سیروس نهاوندی، در یه شب میریزن تمام 8 10 12 نفر
همونجا مسلسل میبندن و میکشن. یکی دیگه شون بسیار این مسئول بتایی است که این قرار بود رفتن کنه توی فدایی ها و امثال ها. خب این به یه پروژه داشته اونم جوش، طرح جوش، جستجو و شکار، یعنی شکار را آدم ها را بیان تو تله مینداختن و همونجا قتل عامشون کردن. اینا برای همه گروه ها درست کرده بودن که هنوز خود این ابعادش ناروشنه که در مورد همه احزاب، گروه ها، دستجات فقط دو نفرش کاملا روشن شد دیگه، یکی سیروس نهاوندیه، یکی هم مسعود بطاییه و اینا روشن شده. در صورت یک چیزایی که به اصطلاح تاکید میکنن روش یه وضعیتی به وجود اومده که گویا باید ما احساس کنیم که مدیون شکنجهگرا هستیم، یعنی شکنجهگرا طوری پررو شدن که اینکه اینا برای امنیت مبارزه میکردن، ما برای خرابکاری و جاسوسی و امثال هم و باید یه چیزی هم طلبکار ما بشن. یه میزی گردی بودی که در اینجا صحبت شده که در اونجا به صورت این آقای کاخزاد یکی از شخصیت های جالبه که به این مسئله پرداخته و در کمیته مشترک ضد خرابکاری با پرو بستنش باش کفونی شد. او بالاخره در بیمارستان ناچار شدم پاش قطع کنم که مار منم دکتر هیئت رئیس بیمارستان من نجات داد، یعنی کمیسیون پزشکی قرار رو پای من قطع کنه. دکتر هیئت یا آذربایجانی شریف بود که رئیس بیمارستان بود و این گفت این کارا رو بکنین اگر چیز نشد، چون پاچرکی شده بود و سیاه شده بود. خب بالاخره در بیمارستان ناچار شدم قطع کنم، در خاطرم زنده شد. همچنان که بیاد دوستم حسین که کلیهش را در نتیجه شوک الکتریکی آسیبی من خود من به صورت جلسات گوناگون میبردم، چون شوک الکتریکی زیر بیضام گذاشته بودن و این جاها و خون ادرار میکردن و وضعیت بارت ترانسوری الکترود وصل کرده بودن. در حضور زندیات به اصطلاح ملکوتیان با جوهر بزو جنسی مادر رضایی های معروف چنگ زده بودن. مادر رضایی ها سه تا پسرشو در سوره دام کرده بودن تا آنها را در برابر همدیگه خورد کنن. پرویز حکمتجو از رهبران حزب توده 10 سال زندان بود، از بردنش کمیته و اونجا دیر شکنجه کشتنش و بعد هم گفتن سکته کرد. آقای تیزابی هم درست همین بیشک کشتن. دکتر تیزابی هم باز از حزب توده بود، به اصطلاح بردنش از قصب کمیته و از اونجا کمیته مشترک ضد خرابکاری بازم کشتنش، دیر شکنجه بوده و گفتن سکته کرده. تهرانی بعد از باجوی سواک در تلویزیون شرح داد که مناشری
قرصهایی را به او میده که به دو جوان زندانی بده، من و شیریم. یه برخورد وحشتناکی من باش داشتم در اونجا، که درست زمانی بود که به اصطلاح این آقای میسمی و جوهری و سیمین ساله ای رو اینا رو دستگیر کرده بودن، و آقای میسمی که نابینا شده در سر انفجار بمب، و حتی در زندان در بیمارستان این خانم سیمین ساله بچش تو اونجا متولد شد، و تا اونجا که من میدونم پرستارا خبرها رو منتقل میکردن اسم دخترش رو داشتن سپیده سحر، بخاطر که سپیده سحر به دنیا آمده بود. در صورت این چیزها رو که گفتن، اما به عنوان مثال آن آدم موضوعش آنچنان شکنجه میشد که دیگه آدم نیست که این از خودش ندونه، باید از آن بسته به مورد چیز دیگه بس از چیز دروغ بگه. پنی بلوریان 25 سال زندان بود، در سال 50 شمسی به آقای کاخساز میگه ما را انقدر زدن و زدن تا مجبور شدیم دروغی که به ما میگفتن بپذیریم. گفتن در کوههای کردستان پایگاه موشکی نصب کردیم، ما هم پذیرفتیم. من یادم میاد دو تا دوچرخه سوار بودن از تیم ملی بودن که دستگیرشون کرده بودن، اینقدر زده بودشان که اینا پذیرفتن میخواستن مستشار آمریکایی بکشن. با این پرونده هم رفتن دادگاه که توی دادگاه نیابتی اون وکیل بهریش رو خندید، گفته بود که آخه مگه میشه دو تا آمریکایی یه بقول من پرنده بالا خونشون رد بشه، تمام روز داما می نیستن. چجوری این چیز بود؟ حتی تو پرونده گل سرخی یه اسلحه اونجا هست تو دادگاه صاحب نداره، معلوم نیست از کجا، اما آقای فتانت قرار بود بیه اینه بیاره رو قرار رو دست اینا بده و اینا رو با اسلحه بگیرن، ولی خود این فهمیده بود فتانت نیمده رو قرار و در نیجر رو هوا مونده. این خانم به چیز مفصل داستانشو گفته، و پنی بلوریان از سال 50 شمسی گفت من انقدر زدن و زدن تا به دروغ پذیرفتم که در کوههای کردستان پایگاه موشکی نصب کردیم. حاج کافور رو که سنگی به کالسکه دوگل پرتاب کرده بود 15 سال حبس دادن بهش، که به اصطلاح به ماده مذهبی که تبدیل کرده بود که به اصطلاح چیز بکنه، یعنی همه در این فضا به وجود بود. یعنی اگر به من بگن به اصطلاح این از سال 50 به اون ور، چون ثابتی آخرین گزارشی داده بود به نصیری برده بود برای شاه، تقاضا کرده بود که 1500 نفر دستگیر بکن، یعنی مشت آهن کاملا نشون بدن و در مقابله اگر دستگیر میکردن به اصطلاح اینجوری نمیشون اصلا ادعا میکنم. خب من سوالم اینه دیگه از سال 50 به خصوص کمیته مشترک ضد خرابکاری درست شد، چه مشت آهنی بالاتر از اینه که بی محابا میکشتین، دستگیر میکردین و هر کاری که میکردین. خب از برم حزب رستاخیز درست کردین و اومدن گفتین که هر کی میخواهد بمونه، هر کی نمیخواهد برود. اونجا هم توی عرصه سیاسی هم مشت آهنی، تو عرصه امنیتی مشت آهنی، تو عرصه دستگیری ها مشت آهنی، یعنی هیچی
یه بالاترین حد ممکن مشتاقانه از خودت نشون دادی، خب یعنی که دانشجوها رو میگرفتی به جرم تظاهرات، به جرم اکسید اینا رو میبردیم زیر شکنجه قرار میدادیم و از اینا کاملا چیزی که فدایی و چیزی که مجاهد میساختیم و این وضعیتی که وجود داشت. در صورت برای اینم ماده از گران من معذرت بکنم طولانی شد صحبت های من، نمیخواستیم اینقدر پیش برم. در صورت علت سقوط شاه از سال 53 شروع شد، جنبش ها رو برو شد، اینکه ما به اصطلاح دست مذهبی اون آخوند را باز کردیم، همه اینا یه رقابت بود توی دربار بین فرق که آینده نگری میکرد، میخواست پادشاهی رو منتقل کنه به پسرش، در نتیجه با مذهبی ها، با روشن فکر ها، با مخالفین سیاست آشتی رو در پیش گرفت. یه سیاست بود مال اینا باهایی ها و اسرائیلی ها که سیاست مشت آهنین و ایرانی میخواستن کمپلیت در اختیار شما، همون کاری که الان نتانیاهو توی غزه و فلسطین رو اینا میکنه و تصادفی هم نیست که همکاری نزدیک ثابتی و پسر شاه و اینکه به اصطلاح نه هم نوایی با نیابتی میکنن توی زمینه کاملا مشهوده و در همین راستاست و همین دلیل هم خلاصه بخوایم به پیش بریم نیابتی و این چیز میگم ثابتی و نتانیاهو کاندید نوبل سال 2024 خواهند شد با خمار زیاد و مگر به قبلا به کسان دیگه ندادن مثلا در این زمینه و بخور معروف این دستگاه آپولو رو گرس کردم خدمتون که هر ایرانی، هر محله، هر بسیار پایگاه دیگه دستگاه آپولو خواهیم داشت و همه ایرانی ها محصوار آپولو میشن میدن کره ما. در صورت ببخشید آقای سلیمانی عزیز، ما وضعیتمون اینجوری هست و خلاصه مشکلاتمون هم زیاده و اینکه اگر استقبال نمیکنن عزیزان ما قرار امیدمون تحتیلش میکنیم این برنامه رو، چون در صورت من مشکلات دارم و مشکلات شخصی و مشکلات این مسئله دارم. آقای اینکه آقای زرا مزارعی مزکی است ما نمیاد دیگه، من چیکارش کنم؟ اینکه خودش مشکل داره نمیاد، یا مشکلات خانوادگی داره، مشکلات فلان داره، خونه داره، این مشکلات در صورت چیز میکنه. بفرمایید. با سلام خدمت همه مخاطبین، با نام خدا شروع میکنیم. یک شنبه 12 آذر 1402، 3 دسامبر 2023. ببینید برنامه ثابتی که الان روح کردن تلویزیون در حال موت من و تو، خودشون میدونن که در اواخر ژانویه دیگه بودجه ها تموم شده، بودجه های میلیون میلیونی که اصلا واقعا آدم شوک میشه. یه تلویزیون اسرائیلی باهایی که اینا سالیانه تا 25 میلیون پوند خرج کردن، الان هم بدهکاریشون به 45 میلیون پوند رسیده، اصلا نمیتونن دیگه بدن چون تبلیغات که نداشتن. این تلویزیون فقط درست شده بود واسه پروپاگاندا، پروپاگاند بر علیه حکومت ایران که حکومت بندازن
و نه فقط حکومت ایران. ببینید جمهوری اسلامی منظور اینا نیست. نتانیاهو همون شاه قدرتمندم نمیخواست. نه نتانیاهو، منظور اسرائیل. اینا نمیخواستن هیچ حکومتی که در ایران قدرتمند بشه نمیخواست. شاه کیابه در خدمت اونها بود 3-4 سال آخر دیگه اومد مثلا برای به طرف ملت یه طوری رو کنه، یه برای خودش یه فکری کرد که مستقل باشه. که وقتی شما به اینا میارن دیگه مستقل نمیتونی باشی. یعنی رضا شاه رو وقتی که زیادین تمام میاره با قدرت انگلیس ها سر کار، دیگه اگه ملی هم هست نمیتونه، اگه ملی هم الان فردا باشه نمیتونه کار کنه، بعد در اون کادر کار کنه. به یه عده دوستان ما اینو متوجه نمیشن. ثابتی و تعریف و تمجیه اون در این چند برنامه به خاطر اینه که در اختشاشات و شلوغی ها و تظاهرات و اعتراضات هرچی مقرد اسمشو بذاریم، مهسا و زن زندگی آزادی، اینا موفقیت اسرائیل و غرب برای نابودی نه فقط جمهوری اسلامی، تکه پاره کردن ایران که گفتیم چندین بار برنامه های هفت قسمت کردن ایران رو در دانشگاه پرینستون نیوجرسی برنارد ویس تدریس میکرده تا دو سال پیش که فوت کرد به درک پیوست. خب این تعریف تمجیده به خاطر چیه؟ اون برنامه به این رفت، رضا پهلوی رو بردن، حمایتی ازش نشد. 400,000 نفر تو توییتر اومدن مثلا گفتن ما حمایت میکنیم، که یک سری از این حساب هم قلابی بود. حالا شما بگید 400,000 نفر هم درست، این که این همه ملت ایران که میگن طرفدار مردم طرفدار حکومت قبلی هم 400,000 نفر، بعد هم تمام این گروه های مخالف جمهوری اسلامی که اومدن در خارج این اپوزیسیون همه به تیپ هم زدن، همه برای خودشون، هر کی برای اینکه پول بیشتری بگیره نشون بده به آمریکایی‌ها، نشون بده به ارباباش که ازشون مواجب میگیره و مزدوری میکنه، من بیشتر به درد میخورم، برای سنگ خودش به سینه زده، اون دیگه رو میدون بیرون کنه. نه حتی با هم اتحاد نمیخوام بکنن که جمهوری اسلامی یا حکومت ایران هم بین ببرن یا ایران اصلا هم بین ببرن. اینا چون میدونن هیچ راهی نیست، فکر اینا که جیوای خودشون بیشتر پول چیز کنن، پر کنن. الان سرکله مسیح علی نجات دیگه ترین تظاهرات رو اشتراک تموم شد، حالا رفته چیز حقوق بشری تو اروپا و اینا که من پشت درهای بسته گفتم فشار بیشتر به ایران بیارم. ملت ایران اینو بدونیم، این فشارا هیچ سودی برای شما نداره. دلار 30,000 تومان تو میشه 50,000 تومان، میشه 100,000 تومان، تورم و بدبختی رو برای ایران بیشتر میکنه. ما 5,700 تا تحریم دادیم. برای چی؟ برای اینکه گفتیم میخوام مستقل باشه. تحریما میخوای بره؟ برجام اولین قدمش بوده. مگه روحانی نگو برجام 2، 3 و 4 و همه پشت سرشه. اول شما بیان تمام برنامه اتمیتون رو بیشترش از بین ببرین و تحت کنترل شدید آژانس باشه. آژانس هم که میدونین که اکثر این بازرساشون مامورای سازمان سیا به گفته اسکات ریتر که خودش یکی از این مامورا بود که گفت من با CIA همکاری نکردم و اصلا من دلخور شدم، من که باشم کنارتون من قبول نمیدونم، من فقط با IAEA با سازمان انرژی اتمی آژانس کار میکنم. خب الان اینا چی شده؟ لوس شده اون برنامه. رضا پهلوی هم که انقدر کارهای احمقانه کرده، بالاخره مردم ایران یه درکی دارن، این میره با اسرائیل رو تفسیره اسرائیل میکنه. الان جنایات اسرائیل دیگه یه خوده دو خوده نیست که بتونه کسی بشورش پاکشویی کنه. این دو روزه که گذشته به گزارش الجزیره 700 نفر در روز اینا کشتن، اصلا از اول هم بدتر شده. بعدم اومده این زمان چیز که اصلا تو دنیا نبوده، میگن هیتلر هم این کارو کرده بوده، شناسایی داره میکنه فلسطینی ها تو غزه، به 2300 بلوک تقسیم کرده، میگه همه باید بگن ما رو چه خونه ای هستن، چه بلوکی هستن، در جایی هستن، هر موقع بخوام ما بدونیم. این 2300 نفر 2300 یعنی هر منطقه 1000 نفر رو ما بتونیم کنترل کنیم. خب این دیگه پاکسازی قانون به چی میگه؟ همه جور جنایت رو دارن میکنن. این همه دولت آمریکا مثلا زور آورد، بلینکن فرستاد اونجا که مثلا
بمبارون شدید نکنیم. بعدم گفت آره این دفعه خیلی حساب شده اینا حمله میکنن، خیلی جراحی میکنن. کدوم جراحی؟ بمب میریزن خونه هایی که در خان یونس چند سال پیش قطر درست کرده، بلاک های آپارتمانی خیلی تمیز و مرتب بوده، این دو روزه زدن نصفشو نابود کردن. 700 نفر روز اول کشتن، میگن روزی 700 تا 1000 نفر. من الجزیره گفتن 700 نفر، یسری گفتن 1000. خب حالا میان چیکار میکنن؟ این ثابتی اینا رو، این جنازه متعفن حکومت قبلی رو میخوان دوباره بگن این خوب بوده. خب ما اصلا کاری ندیدیم. اون حکومت این خوب بود چرا رفت؟ آمریکایی‌ها حمایت نکردن، خودشون هم گفتن، همیشه گفتن ما حمایت نکردیم، ما دیدیم خودشاه دیگه نمیتونه سر پا بمونه، چیزی نداره، اومدیم کنترل زیان ضرر خودمون رو کنیم. با کوانت بعدی اومدیم مثلا باشون به رسمیت شناختیم تا گروگانگیری شد که بتونیم با اینا دوباره روابط رو برقرار کنیم، چون ایران یه منطقه مهمیه براشون. شما میدونی از پیمان سنتو که گفتی، پیمان بغداد میدیگه، بغداد یعنی عراق و ترکیه و ایران و پاکستان بود که دنباله ناتو شد سنتو، بعدش هم میرفت تا اندونزی سیتو، که عراق که چیز شد، یعنی شاهنشاهی کنار رفت شد فقط ایران و ترکیه. اینا میخوان کنترل کامل داشته باشن و یه حکومتی بذارن سر کار که یه کنترل کامل داشته. خب کنترل کامل شما نمیتونید داشته باشید الان تو ایران. بیاین شما برجامو، اوباما خیلی آدم زرنگی بود، گفت من قدم به قدم چیکار میکنم؟ میرم جلو، اول برجامو با اینا امضا میکنم، کنترل کاملشون کامل چیز اتمی ایران رو در دست میگیرم، بعد چیکار میکنم؟ میرم جلو، یواش یواش میرم موشکی رو بدیم، سپاه رو بدیم، اون نفوذ ایران در منطقه رو بدیم. خب اگه نفوذ ایران در منطقه رو بدیم، موشکی بدیم، یعنی میشین دوباره چی؟ میشین امارات، عربستان، اینا هر چی ما میگیم تو انجام بدیم، که دست دوباره اسرائیل بازتر بشه، که یمنی در وجود نداشته باشه که امروز خارج چشم اسرائیل باشه. اینا همه نارتیشونه، کنترل کامل منطقه، کنترل کامل دنیا. الان ایران دارن دست و پا میزنن آمریکایی‌ها، چون که خودشون میدونن بدهی داره، پدرشون رو در میاره و تمام این نیروی نظامی هم نمیتونه جلوی همه چی رو بگیره. اسرائیل هم با این شدتی که داره جنایت میکنه، مردم میکشه، میخواد یه کاری بکنه که باز دوباره اون فکر پاکسازی قومی و رفتن اینا به غزه و جاهای دیگه انجام بشه. برنامه‌ای هم که دیدیم، عربستان که خودش، عربستان امارات خودشون اسرائیل حمایت میکنن، و من در روزنامه اسرائیلی مقالش هم دارم که میگه اصلا در خفا این حکومت عرب ما میگن بزنین حماس و فلسطینیان رو نابود کنین، اصلا ما اینا نباشن برای ما بهتره، مدماغ ما اصلا نمیزنن زندگی اونو بکن، چون اینا اصلا موجودیت انسانی ندارن که بگن هم نوع خودمونه. مردم این کشور هم که خود این دولت رو به فشار میارن. خب حالا این اومدن چیکار میکنن؟ یه سری هم راه افتادن در به کار موازی، از ثابتی تعریف و تمدید کردن، بعد کلیپ ها رو دوباره میارن. ببینی رضا شاه که رفته بوده ترکیه چقدر خدمت کرده، خب میخواسته آتاتورک براش همدم یه قانون بیاره، گفته نه من نمیخوام، اگه من بیام ایران این بیاد ایران، من باید یک ناموس ایرانی رو در اختیار این بدم. ولی آقا شما قرسو و آرارات رو دادی، خاک مملکت ناموس مملکته، شما دادی اومدی ما رو هممرز کردی نخجوان رو با ترکیه، این همه بدبختی داریم سر زنگزور، اومدی دشت ناامید و 1000 کیلومتر مربع رو دادی، سرچشمه هیرمند رو دادی، ما الان باید بریم واسه حقابه گریه چیز کنیم، گدایی کنیم، یه 50% هم شد 25% بازم نمیدن. حالا تازه با فشار جمهوری اسلامی طالبان گفته بیان ببینید، یه تیم از ایران رفته گفته مثلا آب به اصطلاح این دو ساله نداشتن، بعد یه مقداری با ما آب بدن. خب بعدم شما میخوای مثلا زن ناموس ایرانی ندی، خب پاویدا که درباره پسرت گفت که بحرین عروس ما بود شوهرش بدین، و شما که دنبال ناموس بودین اون ناموس نبوده،
ما بحرین یه سری متوجه نمیشن، فکر کنن یه جزیره ای از ایران داده، یه چند جزیره داده رفته. نه، تمام نفوذ ما تا جنوب خلیج فارس تا مرز عربستان هم بین رفت با دادن اون بحرین. خب حالا اومدن یه چهره خوبی درست کنن، پس اصلا شکنجه ای نبوده، ما خیلی کم شکنجه میکردیم. بعدم چیکار میکنن؟ ابراهیم یزدی و اینا رفتن گزارش دادن به 3500 تا مثلا بیشتر ما زندانی ساواک نداشتیم. کدوم 3500 نفر؟ اینا 3500 نفر هر هفته میگرفتن بر میکردن، خب جمعش رو حساب کنیم بدون دیگه میکنیم. خب اون 3500 که نبوده که، هر زمان 3500 زندان بوده. اینا هم بدترین شکنجه ها رو میکردن، همه هم ساخت موساد. اصلا ساواک رو که با موافقت آمریکا موساد رو در ایران تشکیل داد. همون جنایت که الان رو فلسطینی ها میکنن همونایی بوده که ساواک تو ایران و مردم ایران میکرده. فرق نمیکنه که، حالا من نمیگم اینا نمیکنن، اینا واسه امام زمان، نه من اینا نمیگم، ولی اینایی که نشستن میگن آه مثلا دوره شاه چقدر خوب بوده، همه چی مثلا پروپیمون بوده، ما اگه برگردیم به عقب مثلا هیچ که عقب بر نمیگرده. این سوال مطرح میشه، میگه تمام این دورانی که ساواک کشته بسته فلان کرده به خاطر امنیت بوده، توسعه کشور بوده و اینا همه جاسوس و خبرآگاه و این چیزا بودن، گروه بندی هم کرده که جبهه ملی، نهضت آزادی، اسلامگرایا، کلیکای فدایی، ماویستا، مجاهدین و چیزم حتی کشنده به دربار که باند فرهم جز همین نیشیدا بوده که پرچت حمایتی. خب همه اینا درست. حالا چرا این منطق در مورد جمهوری اسلامی یه دولت مقتدر باید باشه و امنیت کشور تامین کنه به اینا میزنه زیرش؟ چرا؟ اگر اون منطق درسته اینجا هم باید عمل کنه دیگه. ولی خب اونطوری انجام نمیشه، اونا دنبال منافع خودشون. وقتی که این همه در 4 سال آخر شاه میاد در علیه اسرائیل صحبت میکنه، تو روزنامه ها می نویسن، من نمیگم شاه کارش درست بوده، بعد پسرش میره اسرائیل میگه من دین ندارم، هیچی ندارم، من اصلا خدایی هست ولی من چیزی رو قبول ندارم، میره به دیوار ندبه دخیل میبنده که شاید اونا بتونن نجاتش بدن. خب ما دیگه چیکار باید بکنیم؟ خانمش هم که میره تو تظاهرات به نفع اسرائیل، میگه اینا بچه‌تون غزه دارن میکشن. بعد اینا فکر میکنن اینطوری محبوبیت تو ایران دادن. اینا نمیخوان محبوبیت تو ایران، اینا میخوان محبوبیت این پولا رو بتونن دریافت کنن، مثل خود رضا پهلوی که به گفته آبی و دیگران ماهی 175 دلار از CIA میگرفته. اینا میخوان دوباره پولای بگیرن. عربستان دیگه به اینا نمیده، اومده با ایران یه روابطی درست کرده، نمیده. حالا مثلا از اسرائیل و لابی اسرائیل و ایپک و اینا این پولا رو بگیرن. خب وقتی شما میری بمبارون میکنی و تمام بخشنامه های اسرائیل داره نوشته که مجازات جمعی، مجازات جمعی یعنی چی؟ زن بچه مردم همه رو بکشین، که اونی که شما میخواین، اونی که از روز اول اومدین با زور از دریاسین شروع کردین ادامه بدین. ما هم گفتیم آقا منطقی باشین، زیاده خواهی نکنین. حالا شما اومدین بیان با هم یک کشور با هم زندگی کنید، میخواین دو کشور بشه با هم زندگی کنید. اگه شما بخواید پاکسازی قوم کنید اینا رو بین ببرید، خب اونا هم جواب میدن. الان این حکومت قلبی که دور اسرائیل هستن، اینا مردمشون که پشت این حکومت نیستن، هیچ کدوم این حکومت ها که دور اسرائیل هستن حتی منزه حکومت ایران حمایت نداره. اینا که میگن حکومت ایران حمایت نداره، از طرف مردم خودشون دارن اذعان میکنن 20% پشت این حکومت هم. شما برو تو اردن ببین اگه 1% پشت این حکومت هستن، تو مصر اگه 1% پشت این حکومت هستن، هیچ این حکومت هم. عربستان همینطور. ولی چیکار میکنن؟ میان و خدمات مثلا دوران پهلوی رو ثابتی و اینا تعریف میکنن، این ثابتی رو دوباره میارن. مثلا رضا شاه جاده ساخته، خب ما الان بگیم مثلا ارتباطات چی بوده؟ اون موقع جاده بوده دیگه، خط آهن بوده دیگه، خط آهنی که
مصدق و همه اومدن گفتن شرق به غرب بکنیم، ما تمام تجارتمون شرق به غربه، از عثمانی مثلا به هنده، این بره اومدن شمال جنوب کردیم. خب اونا خواستن که شمال جنوب بشه. حالا هرچی، هر دوره ارتباطات یه چیزیه. ما الان بگیم شاد جاده ساخته رضا شد فقط کار اون بوده، یا اومده مثلا راهن ساخته کنم. خب الان بگیم جمهوری اسلامی هم خیلی خدمت کرده، اینترنت تو ایرانه و همه دنیا هست، چیز مهمی نیست که ما بخوایم. ارتباطات شروع میشه از جاده، از خط آهن، از رادیو تلویزیون، از اینترنت، این چیز مهم نیست. ولی این چیزی که ما میبینیم الان فقط اومدن دنبال این، چون که میبینن که اون اهمیت ایناشون از بین رفته و اتحاد این سلطنت طلبها که هیچی، تمام اپوزیسیون هم دیگه رنگ و بویی ندارن. حالا اومدن دوباره ثابتی رو آوردن و یک چهره خیلی خوب. این 42 سال توی لس آنجلس هیچ کی از این خبر نداشت. یه دفعه تو تظاهرات پارسال برای مهسا اینا پیدا شد، اومد تو فلوریدا و جاهای دیگه و واشنگتن و اینا تظاهرات. بعد حالا اوردنش چی؟ آمادهش میکردن که بیارنش مطرحش کنن دوباره، یه چهره خوبی این درست کنن. این نمیگیم همه باهائیا تو ایران بدن، ولی باهائیت درست شد برای تضعیف ایران، برای تضعیف حکومت‌های ایرانی. یک بعدم شما اصلا یه چیزی که اصلا عجیب غریبه، یک سری یهودیای ایرانی باهائی شدن. اصلا یهودیت با باهائیت چه سنخیتی با هم دارن؟ من خودم تو نیویورک میشناسم یه سری رو، مثلا سرمو تکون دادم که مثلا یه یهودی که هیچ چیزی رو قبول نداره بیاد باهائی بشه. به هر صورت اینا برای منافع همه کار میکنه. البته مثلا پرویز ثابتی رو با آدولف آیشمن معمار و هولوکاست مثلا مقایسه میکنن. آیشمن یک تکنوکرات آلمانی اعتراض اول بود که در رأس ماشین نازی ها قرار گرفت. ثابتی یک تکنوکرات رد پایین بود که موفق شد به زودی در یک سازمان تازه تأسیس با نام سواد که معمولا تصویر کردگان و نخبگان به نسبت به این بی علاقه بودن، به تو شهر کورا قول معروف آدمی چش پادشاه میشه. تواناییش در طرح سیاسی در سطح متعارف بوده. در ساواک در میان همکاران کم مایه نامتعارف جلوه میداده و برس را روش کرده. آن آرند درباره آیشمن میگه درباره اون هم درباره ایشون هم صدق میکنه. آمران و قاتلان وقتی که شغل و مقام و جایگاه خود را از دست میدن رقت انگیز هستن نظر میرسه. و آیشمن تکنوکرات آلمانی اعتراض اول بود، در رأس ماشین جنگی نازی ها قرار گرفت. ثابتی یک تکنوکرات رد پایین بود، موفق شد به زودی در یک سازمان تازه تأسیس به اصرا چیز بکنم و نخبگانش هم به اصرا توی جامعه ما که میدونیم چی بوده که علیکی و همه باجوها در باجوها هم دیگر رو دکتر مهندس صدا میکردن و اینا و خیلی مسخره به صدا بوده. خلاصه پرویز ثابتی در قابوس نهادهای امنیت ایران به صدا جایگاه خاصی پیدا کرد. ثابتی در صورت میگه ثابتی مانند آیشمن بلند پروازه و مشتاق ارتقاء در دستگاه چیز است. به خاطر همینم کلن با تمام روشنفکران ایران، چپ، راست، میانه، مصدقی، غیر مصدقی، به شدت نفرت داره اینا. از صمد بیرنگی بگیر تا مثل شاملو و همسال ها. در صورت
این وضعیت خاصی است که باز آن آرند میگه که به اصطلاح اینجور افراد نه عمق دارن نه بود دارن و تنها یه چیز رو میفهمن با اونم سیمه به قول معروف بازجوییه که کف پا میزنن. نمونه مسئلهش یک میگه در بعد ورود به زندان اوین بازجوی همراه با شکنجه شروع شد. به این ترتیب که دو نفر به نام رضا عطارپور معروف به دکتر حسین زاده به بیگلری مشهور به مهندس یوسفی با چک و لگد از این استقبال میکنه. حتی چون بسیار و در بعد ورود سلام نکرده به رئیس اونجا و همینجا تمام این چیزها را قبلا چیز تازه هم نیست قبلا توی کتاب بسیار در دامگه حادثه گفته بوده و در صورت این شخصیتش شخصیتی است که قبلا آقای آزموده تیمسار آزموده بهش میگفتن آیشمن ایران و الان در مورد اینم مثل آیشمن رو مطرح میکنن. در صورت کتاب آنارن آیشمن در اورشلیم که منتشر شد جامعه یهودی بیش و کم با چالش با بازنگری در گذشته خودش روبرو شد و امروز هم این ثابتی حداقل ثابت کرد برای تمام زندانی های سابق تمام فدایی ها مجاهدین تمام کسانی که در صورت چیز دارن که اینا سلطنت طلب ها در صورت این قهرمانشونه و این حکومت ایدالشون هم یه حکومت شبیه فرانکو در اسپانیا هست. در صورت اینا بزرگترین چیز ضربه رو به چیزشون به اصطلاح همبستگی خود قول و معروف جمهوری خواه و سلطنت طلب جمع بشیم به اینا زد و تصویری که ارائه داد بیروتوش بود و همه اینا به همبستگیشون به شدت آسیب رساندن. در صورت فهمیدن که این جریان نه عمق داره نه بود داره بلکه رادیکاله، فقط رادیکاله که توی چیزم قرارش بدی به قول معروف خطی که گرفته تو فاشیست هم رادیکاله، تو صهیونیست هم رادیکاله، یعنی اینا جناهای رادیکال این جره. تعجب هم نیست که را میفتن تو خیابون و عکس به قول معروف این جریان رو برند میکنن و حرکت میکنن و این زمین ها هم به اصطلاح چیز هستن. در این واقعیت ماست رابطه بین هستی شناسی آیشمن و به قول معروف ثابتی و نتانیاهو وجود داره. یک جوهرن توی یک گوهرن و همین دارم در آینده کشور اونم این وضعیت داریم. میفرمونم کازم نتانیاهو از سرسخت‌ترین این جنایتکاران نیست. شما آوید گور لیبرمن وزیر سابق دفاع اسرائیل همین 3 نوامبر توییت زده در غزه هیچ بیگناهی نیست، همه گناهکارن، یعنی همه رو بکشن. خب 2,300,000 زنفر شما رو بکشن. اینا نمیشه بگی یه میگم که یه آخوندی که اصلا من و شما هیچ کی نمیشناسه یه چیزی که میگه میارن بزرگش میکنن میگن اینو گفته اینو گفته. بابا این وزیر سابق دفاع اسرائیل میگه میگه تو غزه هیچ بیگناهی وجود نداره، یعنی همه رو بکشید. بعد بهشون میگن که
میرن اینو بپرسن که منظور چیه، میگه که 65% مردم غزه از حماس حمایت میکنن. خب ازشون بپرسن اون 35% که حمایت نمیکنن چی؟ تو که میگه همه اینا جنایتکار، همه رو باید کشت. میگه دیگه ما هم ترخوش کردیم و هم ما همه رو بکشیم. خب اگه دنیا اینطوری میخواد پیش بره، سنگ به سنگ بند نمیشه. اینا فکر میکنن یک ماه دیگه این ادامه پیدا کنه، دولت سیسی، من همین الان میگم، سقوط میکنه. دولت اردن سقوط میکنه. یعنی مردم الان تو مصر، من چون خبر دارم هر روز با اینا در تماسم، دوستان منم، من چندی مال مصر دارم، همه الان دیگه آمادن که کار کنن همچه. چون مقصد مردم غزه چندی سال هم نیست در دست مصر بوده، خیلی روابط تنگ و تنگ با مصر دارن و سیسی یه حرفایی میزنه ولی در عمل هیچی. اردوغانی که دیدین چقدر اومد حرف زد، هیچ کاری نکرد. حالا یه عده بلند شدن توی اینترنت و جاهای دیگه، پس ایران که میگفت چرا نمیاد جلو؟ بله ایران بیاد آرزو اسرائیل رو عملی کنه که آمریکا رو به جون ما بندازه، ما بیایم تنها کشوری باشیم که با آمریکا به جنگ افتیم به نفع اسرائیل. نه خیلی زرنگن اونا که تو ایران سر کارن، میدونن خودشون رو نباید با شاخ آمریکا در بنزن به خاطر اسرائیل. و وقتی میبینه دونه دونه روشن فکره ما، یه سری هستن که بیشتر اصلاح طلب ها که من نمیدونم اصلا تو عقل اینه چیه، الان اومدن چقدر تعریف و تمجید از کیسینجر میکنن که ما خوشحالیم یه صد ساله جنایتکار از بین رفت. کسانی که در کسانی که رفت آمد داشتن در کامبوج، و کسی من خودم کامبوج بودم، یا تمام این منطقه هر یه متر یه بمب آمریکایی بمب فرشی کردن اینجا رو. بعد انتونی بوردین، این خبرنگار سی ان ان بود که خودکشی کرد چند سال قبل، میگه یک بار که اگه شما کامبوج برین، هرگز نمیخواین که قبل از مردنتون با دستتون انقدر این کیسینجر رو بزنین تا با دست خالی بکشنش، تا بفهمین چه جنایتی اینجا کرده، چه جنایتی اینا کردن. به قول شما طرفداران حکومت پهلوی هم همه طرفدار این جنایت دارن، مثل فرانکو، مثل پینوشه و اینا که هزاران هزار نفر رو با کمک کیسینجر کشتن. 500 هزار نفر فقط تو کامبوج کشته شدن. تیمور شرقی 200 هزار نفر، شیلی اقلا 100 هزار نفر، بنگلادش 3 میلیون نفر و آرژانتین بین 30 هزار نفر کشته شدن، 30 هزار نفر گم شدن. لاوس 200 هزار نفر، ویتنام 2.5-3 میلیون فقط در زمان این بوده که کیسینجر در قدرت بوده و دولت رو وادار میکرده که مثلا این کار رو بکنه. اول در مقام امنیت ملی، بعدم در مقام وزیر خارجه. و ما مشکلاتمون اینه دیگه، اینا که تعریف میگی فقط با یک کلمه تمام پاکسازی میشه. بله اونم این کلمه افسانه این است، دنیای آزاد. بقیه دنیای در این کلمه دنیای آزادی که میذارن رو خودشون، اون تمام تعطیل میشه، تمام کشتارها چیز میکنه که با به نام آزادی این انسان رو کشتیم، به نام سیویلیزاسیون، به نام تمدن، به نام همین منطق در غزه داره اجرا میشه، در مورد فلسطینی ها داره اجرا میشه. اکثر روزنامه‌های اصلاح طلب هم تو ایران همه طرفداری از کیسینجر، هم مقاله نوشته این چقدر خردمند بوده، چقدر آدم خوبی بوده، چون اصلاح طلب ها ستون پنجم بیگانه و یه طیف نیستن، همشون رو من نمیگم. اینا وقتی میان یه کشوری دیگه، یک دستجاتی پیدا میکنن آمریکایی ها کارش میدونه که از درون خود حکومت هم، ولی با حکومت یه زاویه های پیدا کردن. از تو اینا کیا در میان؟ مسیح علی نجات در میان. تمام اینا که مدن تو قرب نشستن، تمام اینا از دل اصلاح طلب ها در اومدن. بله همه اصلاح طلبان مثل مسیح علی‌نژاد نیستن، ولی شما نگاه میکنید همه‌شون فکر میکنن که تا با
غرب مثلا روابط خوب بشه، بعض اقتصاد کشور خوب میشه و همه درها باز میشه. بابا الان خود درها تو آمریکا بسته شده، تورم تو آمریکا کمر مردم داره میشکنه، هی گزارش میکنن 7% تورم. آخه ما که خودمون میدونیم این جنس باز قدیم 3 دلار شده 5 دلار، چه 7% 3 دلار میشه 23 سنت میره بالا دیگه، 2 دلار نمیره بالا که. ولی نمیتونیم به کسی به اینا تو فکر اینا نمیتونیم بکنیم، ما هم نمیخوام به کسی زور کنیم، ولی مجازات جمعی که اینا میکنن تو غزه وقتی بهشون میگی میگن که خب دیگه مثلا میشه دیگه، اونا واسه امنیت خودشون اون کار هم میکنن، واسه امنیت خودشون. اگه حکومت ایران خلاف منم قبول ندارم اونو چند نفر زندانی کنه، اختشاشاتی تو ایران بشه، به گفته مخالفین حکومت در به خاطر بنزین 1500 نفر مخالفین گفتن، آمار سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری 240 نفر تا 270 نفر گفتن هیچ بیشتر ما نداریم مدرک، اگه کسی مرده گزارش نگره ما نمیدونیم. ولی اگه بیان روز 1000 نفر مردم بمب بزنن سرشون بکشن، این حقشون بوده دیگه، این امنیت خودشونو میخوان. این برنامه از اوکراین هم خواستم یه چیزی بگم، پوتین فرمان داده 1.3 میلیون نیرو بسیج کنن و بودجه نظامی سال آینده روسیه رو به 360 میلیارد دلار ارتقا داده، یعنی 7 برابر امسال. یعنی بودجه نظامی روسیه معمولا 50 میلیارد بوده، گفته که ما میخوان 1.3 میلیون تا، من از اولم چندین برنامه قبل به شما گفتم اگر ناتو و غرب که همش میگن ما کمک میکنیم، با اینکه دیگه اون کمک ها رو نمی کنن چون ندارن بکنن، اگر بخوان کمک بکنن و این جنگ رو ادامه بدن، من هیچ شکی ندادم که تمام شرق رود دنیپر مهمترین قسمت ها خارکوف و اودسا رو که اینا شهرهای روس زبان و روس هستن و روسیه اینا رو هم پیوند میده به این چهارت استانی که الان در دستشه به اضافه کریمه. و در شویگو گفته که در این ضد حمله اوکراین 125,000 نفر رو ما شمارش کردیم کشته شدن تو جبهه ها، مثلا اینجا انقدر افتادن مردن، دسته دسته هم دارن به ما تسلیم میشن، یالا ما رو ببرید نجات بدیم. حالا دیگه به قول متخصصین نظامی غربی دارن میگن که اینا از 17 تا 70 سال دارن سربازگیری میکنن و رئیس سربازگیریشون هم اون کسی که این کار میکنه گفته ما 15% بیشتر نتونستیم اون کار که خواستیم انجام بدیم. ولی ولکن نیستن دیگه، این سیستم های غربی و این سیستم نظام غربی که در حال اضمحلال، وقتی میگیم داره یواش یواش مثلا بریتانیا اینا که دارن یواش از صف رد میشن، همه کار میکنن که سرپا بمونن، هر چی میخوان اسلحه پول به اوکراین بدیم که اینا کشته بدن و ما بمونیم سر کار، ما بگیم ما قدرت، ما غربی ها شرقی ها رو از بین برد، ولی دیگه جواب نمیده. اوکراین آدم نداره، الان فرماندهان رده دوم سوم میگن که ما اسلحه دیگه نمیخوان، ما پرسنل میخوان. اگه آمریکایی ها میخوان انگلیسی میخوان 200,000 نفر نیرو بیارن اینجا دیگه، اسلحه خالی با ما نمیشه، ما نمیخوان. خلاصه این وضعیتی است که در اوکراین هم به قول معروف جنگ فرسایشی شده، جنگ سنگری شده و یک زور آزمایی قاطع بین روسیه و ناتو در این جنگ فرسایشی سنگری، به قول معروف روسا کاملا برنده هستن و ناتو توانش نداره توی زمینه اقتصادی، توی زمینه تسلیحاتی که در دو جبه به اصطلاح بجنگه، هم خاورمیانه هم روسیه جبه با نگاه به چین، یعنی در
رفته جبه شد. و این که به زودی مانور دریایی چین، روسیه و ایران در آبای خلیج فارس برگزار میشه و کسان هند و پاکستان و عمان و اینا ناظرن یا بسه چیده یک منطقه حساس در شهده که اوسیا دارن بسراش هر روز یک مسئله بزرگ رو در باب المندب و دریای سرخ و اینا وجود میارن. خلاصه این بابا آقای ناتانی و ارباباش و ایناش بسیار توی این زمینه کس میارن. نا فکر میکنن با بمباران کودکان و زنان و خونه ها و شخصی ها اینا قادر هستن اراده ملت رو از بین ببرن. این حماس تاریخ 90 ساله داره، اخوان المسلمین بوده 90 سال تمام دارن مبارزه میکنن، فلسطینی ها همینجور. یعنی این مجموعه رو اینا خیلی احمقانه فکر میکنن که اسلحه بس برتری نظامی و این چیزا کارسازه. این دورانش یه سر اومده. در صورت اینم سوال بکنم از عزیزان، واقعا اگر دوستان عزیز حمایت نمی کنن و نظرش اینه که ما بحثا ببندیم، برای منم خیلی چیز است. چی میگن؟ از لحاظ جسمی روی دیگه نمی کشم. خلاصه در این زمینه چی هرچی هست نظرتون لطفاً بنویسین. و کس نمیخواد برنامه اجرا کنه که کسی نخواد ببینه، اگه نمیخواد مهم نیست. نه شما وقت اضافه دارین، من وقت اضافه دارم. من هفته 60-70 ساعت کار میکنم، یه شنبه تعطیل دارم میام در خدمت شما. و خواستم فقط در پایان بگم که عربستان اومده به ایران طبق گفته بلومبرگ پیشنهاد سرمایه‌گذاری کرده، یعنی با ذلت و خواری اومده جلوی ایران که امنیت برای خودش بخره. گفته ایران در منطقه تنش رو کم کنه، از گروه های نیابتی همسو با ایران حمایت رو کم کنه، ما میام تو ایران مثلا 5 میلیارد 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری میکنیم. خب این اتاق بازرگانی ما، این بدبخته که نشستن عربستان بیاد با گدهی 5 میلیارد دلار مثلا تو ایران سرمایه‌گذاری کنه، بیاد مثلا تو بورس ما یه شرکتی رو بخره. خب الان شما دست و بال چین رو باز کنید، میان تو ایران سرمایه‌گذاری میکنن. ولی هر موقع چین میاد یا اینا میاد، اینا سنگ اندازی میکنن. در صورتی که تمام دنیا رو الان چین اومده گرفته، بهترین جاده‌ها رو درست میکنه، بهترین بیمارستان‌ها رو درست میکنه. فقط خبر خوشی داشتم این بود که همون هفته قبل که گفتم فاز دوم فرودگاه امام شروع شده از هفته گذشته با 2.5 میلیارد دلار که ایران نفت در برابر ساخت این ترمینال یا فاز دوم. چند تا خبرم این زمینه نگرانی ها خیلی رو برای من ایجاد کرده، با اونم شورشی در میبود به صورت گرفته بر علی افغان ها و راه افتادن تا خیابون ها، افغانی رو باید بکشی، افغانی رو باید فلان کنی. و این گتوهای است که در اونجا افغان ها بیچاره دارن زندگی میکنن. یه نفر افغان زده یه نفر با چاقو کشته. این مسئله رو تبدیل به بسرا چیز نکنید، قول معروف هنرمندا و چیز بکنن برای افغان ها، چون مرجوهی رو یه افغان کشته، چون این بازی تمام بکنیم، بازی زشت و کثیف افغان ستیزی و افغان کشی و افغان سوزندن و اینم واقعا بازی کثیف و نژادپرستانه و پلیدی است. اینه
اینه جمع بکنین این مسئله افغان را. خب اینا بی‌پناه‌ترین موجودات انسان‌های هستن، کار میکنن شب و روز، کار میکنن، کارهای سخت میکنن، حقوقشون نمیده. خب به طرف یه قانون ازش حمایت نمیکنه، دادگاه ازش حمایت نمیکنه، هیچی ازش حمایت نمیکنه، کار باید بکنه. در صورت این جوی هم که به درست شده روشن فکر ها درست کردن، روشن فکر برای چی میخرم به دستا، روزنامه های اینا درست کردن، اصلاح طلب ها درست کردن، هنرپیشه ها و داستان ها درست کردن، این جو افغان ستیزی رو و از بر گروه های سیاسی درست کردن، میخوان بسرا این رو به کانون تنش و تشنج تبدیل بکنن بین ایران و افغانستان، بین افغان تبارا و ایرانی تبارا، بین پلیدترین کاری که ممکنه بکنن. بین متاسفانه میرم جوانهای زیادی را رفتن تو خیابون، افغان را آتش باد زد به گتو، مثل گتوها، مثل این چیزا اونا دیوار کشیدن چیز دورش که حمله نکنم بهشون. و این رو به هر شکلی از تنش افغان ستیزی رو به شدت کاهش بدین. حکومتی ها مقصرن تو این زمینه. بله، پیام های متناقض میدن و این بده. بعد باید یه سیستمی داشته باشن اینا رو بیارن کارشناسایی بدن، نمیگم کارت ملی بدن، کارشناسایی بدن که اینا مثلا قانونی هم غیر قانونی هم هرچی هستن، بدونن کجا زندگی میکنن، برنامه‌شون رو بدن. چون در صورت یه شهر منطقی هست خب اینا فقیر نشین و حاشیه نشین و همه اینا، بعد یه مرتبه انبوی از جوان ها را بیفتن و اینا چه دلخوره و وحشتی رو توی دل این زن و بچه و کودک و اینا افغان ها به وجود میارن دیگه. بس این کار بسه، زشته باشن، زن نکبت انگیزه که این جمعیتی را بیفتن و شعار بدن افغان ها را باید کشت و تو آتش زد و این چیزا. در صورت خیلی ممنون آقای قربان شد، محفظ باشی. اینم این سوال منه واقعا، اگر حمایت نمی کنین این چی رو به چی دیگه مفید نیست و کار باید بکنیم و در صورت ما هزار تا مشکل داریم. خداحافظ، شبتون خوش. قربان شد.